بسم الله الرحمن الرحیم. ایام میلاد با سعادت دخت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و دخت فاطمه اطهر حضرت زینب کبرا رو خدمت همه مردم عزیز کشورمون و مسلمانان تبریک میگیم و همچنین به تناسب اینکه روز میلاد روز پرستارم هست، خدمت همه پرستاران عزیزی که در این حدود یک سال تلاش فوق العاده ای رو انجام دادن، به ویژه از اول اسفند ماه تا امروز برای کرونا، سپاسگزاری و تقدیر و تشکر میکنیم و برای شهدای عزیزشون آرزوی تعالی مقام داریم و همچنین از مردم عزیزمون میخواهیم که در این شب یلدایی که حالا امشب و فردا شب، البته فردا شب شب یلدا، ولی حالا شبهایی که به عنوان شب یلدا معروف هست، به خاطر اینکه مصادف هست با روز پرستار و برای حمایت از پرستاران عزیزمون و برای حمایت از سلامت همه مردم جامعهمون، مخصوصا اونایی که بیشتر در معرض خطر هستند، انشاءالله در مراسم یلدایی که همیشه بوده و اساسش هم احترام به بزرگ خانواده و صله رحم بوده، به خاطر حفظ و سلامتی همون بزرگ خانواده، چون همین افراد مسن هستند که بیشتر در معرض خطر قرار میگیرن، انشاءالله امسال این دید و بازدیدها، این دور همیه ها رو متوقف بکنند و از طریق تلفن، از طریق فضای مجازی بتونند این مراسم رو بدون حضور انجام بدن. همون جمله‌ای که در فضای مجازی هم این روزها شایع شده، جمله درستی است که جمع نشیم تا کم نشیم، و واقعا این جمع شدن ها باعث میشه خدای نکرده یک عزیزی رو از دست بدیم و خب برای ما یک تأسف دائمی به وجود بیاد. من میخوام از مردم عزیز و بزرگوارمون تشکر بکنم که در این دو ماه از ابتدای ماه آبان، در واقع از 4 و 5 آبان که ما مصوبه رو گذراندیم و مصوبه بعدیمون 14 آبان بود و مصوبه بعدیمون 1 آذر بود، در این دو ماه خیلی مردم همکاری کردن، واقعا کسبه، اصناف، وسایل حمل و نقل و کل مردم، خانواده ها در رفت آمد های خانوادگی خیلی مراعات کردن و این یه افتخار بزرگ برای ما هست که اول آذر ما اون همه نگران بودیم و خب دیدیم که 160 شهر ما قرمز بود و الان روزهای پایانی آذر هستیم، الحمدلله شهرهای قرمز ما صفره، یعنی ما شهر قرمزی نداریم امروز در سراسر کشور. این فقط همت و بزرگواری و همکاری مردم عزیز ما بوده. البته در این ماجرای کرونا همه جا مردم، دولت، کادر درمان و همه نیروهایی که بار مسئولیت رو بر دوش گرفتند، از نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بسیج، همه دست به دست هم دادند و واقعا این اتحاد و همدلی بود و این اعتماد مردم به تخصص بهداشتی کشور بود که تونست ما رو از این موج سهمگین نجات بده. ما امروز آمارها رو که در آغاز جلسه نگاه می کردیم و همچنین نمودارهایی که بود مشاهده می کردیم، تقریبا می تونیم بگیم، حالا به استثناء یکی دو استان، همه جا موج سوم از موج قبلی بیشتر بوده. حالا در اکثر جاها 2 موج داشتیم، این موج سوم بوده، یه جاهایی هم بوده البته 1 موج داشتیم، این موج دوم بوده. حالا
به طور تقلیب ما میگیم موج سوم. در این موج سوم وقتی ما محاسبه میکنیم، موج بسیار سهمگینی بوده، متفاوت بوده با اون موجی که ما در ماه اسفند داشتیم. خب به خاطر اینکه هم این ویروس تغییر کرده بود، به هر حال شرایطش، هم رفته بودیم به سمت سرما. سرمای هوا تأثیر گذاره به دلیل اینکه درها و پنجره ها بسته میشه، همه در یک محیط محدود جمع میشن. خب اونجا محیط سرایت آماده تر میشه و مشکلات بیشتر میشه. الحمدلله یک کار خوب و بزرگی در این مدت انجام گرفت. مراعات مردم بسیار جای تشکر و سپاسگزاری داره. تلاش همه نیروهایی که در صحنه بودند و تلاش کردند، از اونا قدردانی و تشکر میکنیم. کادر درمان بالاترین سهم رو داشته در این مبارزه، تقدیر و تشکر میکنیم. و من در اینجا از همه اونهایی که در شرایط کرونایی برای رشد کشور، برای اقتصاد کشور تلاش کردند، اهم از کشاورزان، کارگران، مهندسین، بخش صنعت، بخش کشاورزی، این که ما در 6 ماهه اول امسال رشد اقتصادی ما مثبت شد، هم با نفت مثبت بود، هم بی نفت مثبت بود. بی نفت ما 1.4، با نفت ما 1.3. یکی از افتخارات بزرگ برای ملت ما در این شرایط سخته. ضمن اینکه بخشی از کسب و کارها تعطیل شده به هر حال، یا نتونستن فعالیت بکنن، مخصوصا در بخش گردشگری، در بخش خدمات، بخشی از کارها، اما در این حال بخشای دیگه جبران کردن، به صحنه آمدن. بخش صنعت جبران کرده، بخش کشاورزی جبران کرده، و این بسیار افتخارآمیزه در شرایطی که در دنیا اکثر کشورها با رشد منفی اقتصادی مواجهن. حالا منهای 7، منهای 9، منهای 5 متفاوته در کشورهای مختلف. اونایی که مثبتن محدودن به هر حال، و به حمد الله ما جزو اون کشورهایی هستیم که علارغم اینکه مشکلات تحریم داشتیم و جنگ تحریم داشتیم، جنگ اقتصادی داشتیم و همچنین کرونا داشتیم، اینکه 6 ماه ما مثبت بوده. انشالله امیدواریم 6 ماه دوم هم تا پایان سال، ما امید ما و محاسبات ما هم این رو میگه که امسال رشد اقتصادی ما مثبت، سال آینده رشد اقتصادی بهتری ما خواهیم داشت. انشالله در زمینه تورم هم ما بتونیم تورم رو مهار کنیم و کنترل بکنیم، و در زمینه اشتغال هم بشه خدمات ارزشمندی انجام بگیره. من بخوام از بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی، یعنی همه اونهایی که برای آموزش فرزندان ما تلاش میکنن، تشکر بکنم که حالا حضوری اگر نشده، از طریق فضای مجازی، از طریق صدا و سیما، تلاش بسیار بزرگی رو معلمین و اساتید ما انجام دادن و نگذاشتن فرزندان ما از آموزش و از علم و از فرهنگ محروم بمونند. حالا گرچه خب وقتی پایه اول و دوم دبستان ما میریم، خب اونا مشکلاتی دارن، وقتی حضوری نیست با مشکل مواجه هستن. و امروز یکی از مواردی که بحث شد این بود که یه اقداماتی برای پایه اول و دوم دبستان را انجام بدیم، که حالا این موکول شد به 2 هفته بعد که قرارگاه در این زمینه بررسی بیشتری انجام بده. همچنین میخوام تشکر بکنم از همه اونهایی که تلاش کردند ما بتونیم یک کمک معیشتی رو برای اونهایی که حقوق ثابت ندارند. ما همیشه دنبال کمک بودیم به اونهایی که حقوق ثابت دارند، حالا این دفعه دنبال این هستیم که اونهایی که حقوق ثابتی ندارند باید روزانه کار کنند تا بتونن مخارج خانه رو تأمین بکنن، و الان به خاطر شرایط کرونایی نتونستن فعالیت بکنن در بازار آزاد خودشون. ما تلاش کردیم که برای اینها در 4 ماه یک کمک معیشتی رو در نظر بگیریم برای هر خانواده، البته بابت هر فرد خانواده
ما قرار داشتیم 100,000 تومان بدیم. مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشت که برای برخی از اونها 120,000 تومان مقرر کرده بود. ما این دو تا مصوبه رو تلفیق کردیم، هماهنگ کردیم با مجلس شورای اسلامی که اونهایی که مجلس مقرر کرده بود مثل کمیته امداد بهزیستی، اونا هر نفری 120 هزار تومان در این 4 ماه میگیرن، بقیه 100 هزار تومان در این 4 ماه میگیرن. قصه اولش که مربوط میشده به آذر ماه پرداخت شده و سه قصه دیگر تا پایان سال انشاءالله پرداخت خواهد شد. یه مشکلات مقرراتی هم داشت به خاطر تلفیقی که با مجلس انجام داده بودیم که امروز مصوبه رو در این جلسه اصلاح کردیم. شرایط ما باز شرایطی هست که باید کمک مؤمنانه مردم در این شرایط توسعه پیدا کنه، مخصوصا ایام به نام فاطمیه و به نام حضرت صدیقه کبرا علیها السلام. انشاءالله این کمک ها افزایش پیدا بکنه از طرف خیرین، از طرف مردم مؤمن. و انشاءالله عزاداری فاطمیه هم امروز مقرر شد که قرارگاه جلسات خودش رو بگذاره که این مراسم چه در فاطمیه اول چه در فاطمیه دوم در چارچوب و مقررات پروتکل ها انجام بگیره. همچنین برای اینکه 100,000 نفر از عزیزان ما بتونن در آزمون استخدامی شرکت بکنن و بتونن شغل و کاری که مورد نظر خودشون هست پیدا کنن در این شرایط اقتصادی سخت، الحمدلله این مسببه هم امروز تصویب شد که چگونه این آزمون استخدامی انشاءالله با انجام همه مقررات و پروتکل‌های بهداشتی انجام بگیره انشاءالله. من در اینجا این نکته رو میخوام اضافه کنم خدمت مردم عزیز، مخصوصاً اونایی که خیلی علیه ایران تلاش کردن، این رو بشنوند یک بار دیگر، چون هر وقت میشنوند عصبانی میشن و من خیلی خوشحال میشم وقتی دشمنان ما، دشمنان ملت ایران رو ما میتونیم عصبانی بکنیم. و اون کاری که دولت امسال انجام داد، آب و برق و گاز مجانی برای اقشار محروم، این جزء آرزوهای ما بود در طول 42 سال گذشته که یک شرایطی در کشور پیش بیاد، ما اولا بتونیم در برق ما یک دست برتری داشته باشیم. ما در این دولت در برق دست برتر داریم، 20,000 مگاوات تا پایان این دولت ما به برق اضافه میکنیم. سالانه 2,500 مگاوات در برق افزوده کردیم تا کنون که متوسط همیشه 1.7 بوده، نه 2.5. بنابراین ما در برق کار بزرگی انجام دادیم و لذا دست ما پر هست و میتونیم بگیم که امروز برای افرادی که شرایط زندگی مناسبی ندارند و مقدار مصرفشون زیاد نیست، برق برای اونها مجانی باشه. 30 میلیون نفر در کشور ما انشاءالله از این ماه از برق مجانی و همچنین همین حدود 30 میلیون جمعیت از گاز مجانی استفاده خواهند کرد. در گاز هم همینطور، در گاز ما در شرایطی هستیم که امروز دست ما پره. هیچ وقت در کشور تولید گاز به 1 میلیارد متر مکعب نرسیده بوده. ما تولید گاز ما اول دولت ما 600 خورده بوده، الان هست 1,000 میلیون، به 1 میلیارد متر مکعب در روز رسیده. و بنابراین در این زمینه هم میتونیم کار کنیم. در آب هم همینطور، در آب قدم های استثنایی در این دولت صورت گرفت. ما آب خلیج فارس و دریای عمان رو داریم به فلات مرکزی میبریم و اولین بخشش افتتاح شد و خب کار بسیار عظیم و بزرگ و مهمی بود که انجام گرفت. انشاءالله فازهای بعدش هم در ماهای بعد انجام میگیره که بسیار حائز اهمیته. و همچنین در زمینه آب کاری که در سدسازی در این دولت انجام گرفته بی نظیر بوده. ما هر 50 روز یک سد افتتاح کردیم و خب کار عظیم و بزرگی است. تا پایان این دولت هم همچنان افتتاح ها ادامه خواهد داشت.
پس در هر سه زمینه، زمینه برق، زمینه گاز، زمینه آب، اول ما رشد کافی در این دولت بیش از همه دولت‌های گذشته در طول 40 سال گذشته ما انجام دادیم، شرایط رو آماده کردیم و امروز رسیدیم برای افرادی که خب مصرف کم دارند و جزو اخشاری هستند آسیب پذیرند، آب و برق و گاز مجانی رو مقرر کردیم. این یکی از افتخارات بزرگ دولت دوازدهمه و من میدونم چقدر عصبانی هستند اونایی که ضد ایرانن و تبلیغات میکنن، دیدم که با چه حرص و عصبانیتی این رو میگن که چرا دولت این کار رو کرده، چرا مجانی شده، و میخوام باور نکنن. همه پیشرفت های کشور رو دشمنان ما میخوان باور نکنن. تو کرونا پیروز میشیم باورشون نمیشه، تو واکسن هم اگه فردا پیروز بشیم بازم باورشون نمیشه، در خودکفایی های بزرگ که ما انجام بدیم باورشون نمیشه که ما در بسیاری از زمینه ها در مسیر خودکفایی، در مسیر توسعه حرکت میکنیم. مخصوصا امسال که سال جهش تولیده و الحمدلله کار بسیار خوب و بزرگی در زمینه تولید انجام گرفته و انجام خواهد گرفت. آخرین نکته من برای مردم عزیز باز توصیه هایی است که همه ما باید اون رو توجه کنیم. اینکه امروز ما در کشور شهری نداریم که وضعیت قرمز داشته باشه، این معنیش این نیست که این دائمی و پایدار هست. خدا اینا کرده اگر مراقبت نکنیم، مواظبت نکنیم، بی‌اعتنایی کنیم به مقررات بهداشتی، دو مرتبه همون میشه. گرچه بعضی از امور الحمدلله به عنوان معروف جا افتاده، بعضی از مواردم به عنوان منکر باید جا بیفته. ماسک به عنوان معروف جا افتاده امروز، حالا همه مردم به این معروف توجه میکنن، امر به معروف هم میکنن، اگه جایی نبود میگن آقا مثلا از ماسک استفاده کن. اجتماعات ما، دور همی های ما منکره. اینم البته یه مقدار زیادی عمل شده، مردم توجه کردن، توجه میکنن، بازم باید جا بیفته که عدم فاصله گذاری، اجتماعات، دور همی ها، اینها به عنوان منکر هست. مخصوصا باید مراقبت کنیم از افراد سالمند و افراد آسیب پذیر، اونا که بیماری های زمینه ای دارن. هر کس در خانواده خودش مواظب سالمند ها باشه و مواظب اونهایی باشه که یه بیماری زمینه ای دارن. دور همی ها رو باید بذاریم کنار تا پایان سال، تا سال آینده، تا زمانی که به ما بگن شرایط شرایط مناسب هست. و من خواهش میکنم کسانی که میفهمند که مبتلا شدن به این بیماری و مخصوصا تست اونها مثبت شده، حتما اون دو هفته رو مراعات بکنن، خودشون رو قرنطینه کنن، ایزوله کنن، نیان تو اجتماع. و اونهایی که موظفند نسبت به افرادی که تخلف میکنن جریمه ها رو اعمال کنن، نسبت به اینها جریمه رو حتما اعمال کنن، چون مسئله مسئله بسیار مهمی است. کسی که خودش مثبت بیاد تو جامعه و خدای نکرده دیگران رو هم آلوده بکنه. و همچنین افرادی که احساس میکنن و یه علائمی از بیماری دارن، حالا ولو اینکه ممکنه فکر کنن سرما خوردن، فکر کنن آنفولانزا دارن، چون علائمش گاهی خیلی شبیه به همه، اونایی که یه علائمی رو حس میکنن حتما به پزشک، حتما به بیمارستان مراجعه بکنن، برای اینکه ما دچار مشکل نشیم. و باز هم من تأکید میکنم که تجمع و دوره همی ها به عنوان یک مشکل بزرگ حتی در دوره همی های خانوادگی مورد توجه ما باشه، که ما بتونیم به خوبی از این موج بگذریم و انشالله موج دیگری هم پیش رو نداشته باشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.